تو انگلیسی اون رو که می‌نویسیم رو نمیگیم. ما یه جور دیگه می‌نویسیم، یه چیز دیگه می‌نویسیم، یه جور دیگه می‌خونیم. به این واژه‌ها دقت کنید. این ستایی که این برمی‌بینید من نمی‌خونم از روشون، تلفظشون نمی‌کنم. ما اگر تلفظ‌ها رو ندونیم، اینها مثلا بار ابتدایی باشه که داریم نگاهشون می‌کنیم، ممکنه یه جور دیگه تلفظشون کنیم. مثلا میگیم این ت هست، این آ هست، بعد مثلا میگیم این تا، یا شاید هم آ هست، خب میگیم تا، بعد نمیدونم اونجا اون یو مد جی هیچ. ممکنه به شکل‌های مختلف این رو تلفظ کنیم. از اونجایی که خودمون هم پینگلیش می‌نویسیم، میایم فارسی و انگلیسی رو قاطی می‌کنیم، در واقع واژه‌های فارسی رو با انگلیسی می‌نویسیم و جی هیچ برای ما بیشتر صدا ق میده. مثلا میخوام بگیم قلی، میگیم جی هیچ او ال آی، اینجوری می‌نویسیمش دیگه معمولا. و یا قزوین یا نمیدونم هر چیز مانند این رو چجوری می‌نویسیم؟ با جی هیچ. اگر با کیو ننویسیم با جی هیچ می‌نویسیمش، درسته؟ و میمونیم توی واژه. مثلا این چی نوشته؟ این لا لا لوکه لوج، ممکنه هر جوری بخونیمش، یا این یکی مورد این پایینی ممکنه بخونیمش استاتیون استا یا استیتیون، هر شکلی ممکنه بخونیمش، چون میگیم این تی هست، این آر، و بگیم تیون مثلا، اینجوری نوشته شده. اینا نمونه هایی از واژه هایی هستن، واژه های خیلی بیشتری هم هستن که شما میبینیدشون. یه چیز دیگه مینویسیم، یه چیز دیگه میخونیمش، اصلا موردای عجیب غریبی هستن. واسه همین اگر اون خط رو ندونیم یا از پیشتر اگر باش نشنیده باشیمش، دیگه نمیتونیم درست تلفظش کنیم. و ممکنه اگه بهمون میگن آقا از روش بخون، یه استرسی به ما وارد میشه که ایداد بیداد حالا من اینا رو بخونم چه گندی میزنم. واسه همین میریم و اینا رو یاد میگیریم و این قضايا برای حداقل زمانی که داریم مطالعه میکنیم به یه واژه‌ای که میخوریم، فرصتش رو داریم که توی دیکشنری بین اون دو خط چک کنیم ببینیم که تلفظش چیه. مسئله دیگه‌ای که وجود داره، مثلا یه صدا با چند تا حرف میشه نوشتش، یا چند تا حرف برعکس یک صدا رو میتونن تولید کنن. مثلا وقتی میگیم ک، صدای ک، این ک ممکنه از خود کی بیاد، واژه حرف کی، ما کی رو میبینیم و این صدای ک میده. یه جا صدای حرف سی صدای ک میده، یه وقت صدای حرف سی و کی با هم دیگه این صدا رو میدن، و حتی بعضی جاها کیو صدای ک میده، مثل کوین کیو هم صدای که میده. به این ترتیب نمیتونیم بگیم که خب هر جا دیگه مثلا که نوشته شده بود این صدای که میده، و من اگه مثلا میخوام حالا بنویسم کار، اوکی صدایش چی بود، بعد مثلا از که استفاده کنم. نه، میبینیم که کار رو ما با سی مینویسیم، و این باعث سری گیج شدن های سری ابهامات میشه، سری دردسر رو برامون ایجاد میکنه. یا وقتی مثلا نگاه کنیم یه حرف، حرفی مثل سی، سی با توجه به اینکه پیشتر و پس از اون چه واژه های اومده باشه، چه حروفی اومده باشه، تلفظ های متفاوتی داره. سی یه جا صدای س میده، سی یه جا صدای ک میده، سی یه جا صدای ش میده، مثل اوشن. ما اوشن رو با چی نویسیم؟ شش با سی نوشته میشه. اوکی؟ یا با توجه به اینکه پس از اون چه حرف هایی هست، صداهایی مثل چ یا ش میگیره. به این ترتیب ما نمیتونیم با شکل و اینها این بگیم که خب هر کدومش که با سی نوشته شده بود صدای مثلا که داره یا صدای شه داره یا چی. به این ترتیب نمیشه حساب کرد. یا بگیم که صدای که فقط از حروف فلان و فلان در میاد، نه، ممکنه یه حرف یه جایی اصلا اون چیزی که هم معمولا صدا رو اون صدا رو داره رو نداشته باشه، و صدای یا صدای اصلا متفاوت از معمولیش رو ایجاد کنه. خیلی از ماها راه چاره ای که داریم وقتی که به یه واژه برمیخوریم و تلفظش رو نمیدونیم، کاری که میکنیم معمولا این به یعنی به پارسی زبان ها محدود نمیشه ها، این رو من در دانش آموزانی که زبان امهریک داشتن، زبان تیگرینین داشتن، روسی، لهستانی، همه شاگردایی که به هر حال بیشتر شاگردایی که من دیدمشون روی دفترشون می‌نوشتن، شاگردان عرب زبانی که داشتم، می‌بینم که وقتی که مثلا واژه‌ای رو میگم تلفظش رو از من می‌پرسن این چجوری می‌خونده میشه، میگم به این ترتیب، بعد می‌نشینه به امهریک یا به نمی‌دونم عربی یا به روسی، اون بالا می‌نویسه
یا به زبان پارسی بچه‌ها اون بالا می‌نویسن، میان مثلا کنارش یه همون خط پارسی می‌نویسن. این مورد رو با هم دیگه نگاه کنیم. پول، پول یه اسم فرد، اسم مرد. اوکی، این ما این نام رو در زبان انگلیسی داریم. فرض کنیم که امروز این رو یک جا خوندیم، یه واژه‌ای ماننده این و ما این رو میشنویمش و میگیم خب برای اینکه تلفظش یادم بمونه بذار بنویسمش یادم نره، کارم را بندازم و گوش میکنیم ببینیم طرف چجوری میگه، بعد مینویسیم پول پل و ولی ما ننوشتیم پول، ما میخوایم چی شنیدیم پول، چی نوشتیم پول، یا به این شکل این شکل یا این شکل به این به هر کدوم به هر شکلی که می‌نویسیم. جاهای مختلف من دیدم که این رو به شکل مختلف نوشتم، مثلا نوشتم پاول، این پاوله. اوکی، من با این یعنی شما به هم بریزیدش یه جور دیگه بنویسیدش، با پ و لام و الف و عین و اینها نمیشه پاول رو نوشت، با اینها نمیشه پاول رو نوشت، پاول یه جور دیگه تلفظ میشه و توی خط ما نیستش، ما نمیتونیم با خط خودمون این قضیه رو بنویسیمش، این واژه رو بنویسیم. واژه های بیشتری هست، واژه ها اوننده این زیاد که وقتی مینویسیمش یه چیز دیگه مینویسیم.